زندگی پنهانی پزشکی با جسد زن مورد علاقش به کانال ما خوش اومدید کار تانزن کوسل یک میکروبیولوژیک و میکروبشناس شناس در بیمارستان نیروی دریایی در ایالت فلوریدا بود در سال 1930 بیماری 22 ساله به نام هلن هویس را ملاقات می کند هلن یک دختر زیبای آمریکای کوبایی بود و کارل عاشق او شد او ادعا می کرد در دوران کودکی خود رویه هایی را درباره او میدید که زنی زیبا با موهای مشکی بود کارن هلن را تجلی رویاهای خود در دنیای واقعی میدید هلن ازدواج کرده بود اما شوهرش بعد از سخت جنین او را ترک کرد هلن مبتلا به سل بود و تقریبا تمام خانوادهش از این بیماری مرده بودند آن زمان هیچ درمانی برای این بیماری وجود نداشت با این حال کارل سعی کرد با انواع داروها هلن را نجات دهد او هر روز به ملاقات هلن میرفت و برایش جواهرات و لباسهای گران قیمت میبرد کارل عشق خود را به هلن اعتراف کرد اما با هیچ گونه ابراز محبتی از سوی او مواجه نشد تلاش های خلاقانه او برای نجات هلن موثر نبود و چند ماه بعد او درگذشت کارل هزینه مراسم تشییع جنازه او را پرداخت کرد و از والدینش اجازه گرفت تا برای شرگورستان کیوس مقبره ای بسازد او هر شب به مقبره هلن میرفت و در سال 1933 جسد او را از مقبره درآورد و به خانه خود برد کارل ادعا می کند هلنا دیده است که میخواست او را از قبل در بیاورد کارل استخوان‌های جسد را با سیم و چوب لباسی به وصل کرد. پوست جسد را که هر روز سجزه میشد با پارچه ابریشمی آقشم موم جایگزین میکرد با ریزش مو از پوست سر تجزیه شده جسد با موهای او کلاگیز درست کرد مادر هلن موهای دخترش را جمعآوری کرده بود و بعد از مراسم تدفین به کارل داد کارل حفره شکم و قفسه سینه جسد را با پارچه کونه پر کرد تا فرم اصلی بدن حفظ شود لباسی زنانه بر تن جسد کرده بود و دستهایش را با دستکش پوشان نبود به جسد جواهرات آویزان کرده بود و آن را رو روی تخت نگهداری میکرد کارل مقدار زیادی عطر و مواد ضد عفونی و نگهدارند استفاده میکرد تا بو تفون جسد در فضا پخش نشود در سال 1940 شایعاتی پخش شد که کارل جسدی را در خانه خود نگهداری میکند خواهر هلن با شنیدن این خبر به خانه او رفت و جسد را دید کارل بازداشت شد وضعیت روحی و روانی او مورد بررسی قرار گرفت اما به عنوان بیمار روانی دستبندی نشد